بگو. بله. مدارکتون لطفاً. میسنده چی میخوای؟ به تو مربوطه. میگم اینجوری دستتو بگیر. خجالت بکش شما مردم. مردم کجا تو این برهوت حالم داره به هم میخوره. نکن. منو میزنی؟ نموتن. بله. از کجا میای شما؟ از قبرستون آقا جون، از قبرستون. داریم میریم قبرستون. دیگه داره سوال می‌کنه. دهن منو صاف کردی تو زندگی من. معلوم صحبت کن. من دارم با ایشون صحبت می‌کنم. دیوونه است آقا ولش کن. از کجا تشریف میاریم؟ از تهران. زر میزنه سر کار داره دروغ میگه. گفتم بهت خفه خون بگی فارسی گفتم. یک کلمه راست از این نمیشنوی. اگه بگه صبح الان مطمئن باش بعد از ظهر. جواب سوال منو بده. نمیزنه که مگه نمیبینی. سوال منو بده. دارم میگم دروغ میگه. میخوای دروغ بشنوی؟ آروم صحبت کن. دارم آروم صحبت کنم. یعنی چی؟ پچ پچ کنم. سر کار ولش این همینجوریه. همینجوری کردی. نشفت. هفت جاش شکسته، هفت جاش از طرف سر این خانم. یه لیوان آب خنک بخور، 4 تا صلوات بفرست درست. آب یعنی چی؟ از 500 کیلومتر رو مخ من این هی میگه این واسه من اون کارو کرده، اون این کارو کرده، این اون کرده که کرده. واسه من که نکرده. یکی به بابات بره کار بوده، یکی به ننت بره کار بوده. خودت حسابشو بکن که سر کار 500 کیلومتر راهه. تلفنه. هر خری که هست. اگه چیز باشه چی؟ اگه چیز باشه زرش. اوا! چرا اینجوری میکنی؟ روانی. تو روانیم. غلط می‌کنی شرمنده ای. بگی ببینم کجا انداختی اینو. دوباره زنگ بزن اون زنه که بره رو مخم. سرکاری موبایل منو بگیر دقیقه 0912. شما اول گواهینامه‌تون رو بدید من ببینم. گواهینامه نداره که چی دارم بهت میگم. این گواهینامه‌اش تمام نیست. نمیدونم گرفته کدوم قبرستونی گمگونش کرده پس نمیده. چی رو پس نمیده؟ چی رو پس بدم؟ تو اصلا کی گواهینامه داشتی؟ نداشتم. نداشتم چجوری دارم رانندگی می‌کنم 500 کیلومتر راه. همین رو میگم دیگه. گواهینامه‌تون دست این آقاست؟ بله. دست منه. بیا بگرد. اگر تو ماشین. مگه نمیگی دست منه؟ وایسا سر جا. خب بیا بگرد دیگه. بیا بگرد. تکون نخور. بگردم. ایناهاش دور سوار شو دلغک سهیلا جون بله بیخی از هر تو کار زمان داشت یک گوله بزن توی این مخم من از شهر این زنه که راحت کن دیوونم کرده زنگ میزنم بهتون آتیش داری؟ چی؟ کبریت فندک برو تو ماشین برو سوار شو من دیگه حوصله ندارم لیلا نه حوصله تو رو دارم نه این زندگی رو نه چیزی من همینجا میمونم مشکل چیه برادر من؟ مشکلش پول سرکار پول؟ پول که بابا هممون گداییم بلند شو مسخره بازی در نیار سرکار این زمین خداست منم بنده خدا حالا کی چیکار است که به فلان اینجا حوزه استفاضی مرد حسابی بلند شو بهت میگم صبر کن آقا صبر کن الان اینو درستش میکنم بیا بفرما آقا اینو تقسیم کنی بین خودتون اینا چیه خانم فکر کردی این خیالمه خودم میندازم این پولا چیه مشکلت همین بود؟ بفرما تمام شد نشی تو ماشین داشت بردارو بر حال کن حلاله میاد؟ نه بابا تو شب فقط باید اسکناس بشمارم بدبختا. ببین گرفته چیزی؟ باید گرفته باشه دیگه. این فیلم‌ها رو کجا سیو می‌کنه؟ تو اونیه که عکس گل آفتاب گردون داره. باشه. آره. عالی بودی. اینجا عالی بودی. موبایل انداختی قشنگ موندم گفتم یا خدا این باز زده کانالو. اومد دستم بندازمش انداختمش دیگه. یارو داشت راستکی میزد. بابا غلط میکرد. من ترسیدم گفتم الان میزنه. اول باید اخطار بده تا کسی بگه چم ایست فلان. همینجوری نیست که. صد تا مرحله داره. فیلمش خیلی خوب نیفتاده. این که خوبه. خوبه که بعد معلوم بشه ما توشیم. میگی موبایلم 12 مگا پیکسل فلان اینه. ما توش نیستیم ربطی به پیکسل دوربین نداره. الان مشکلش اینه که واضح نیست یا ما توش نیستیم. والا مشکلش اینه که هم واضح نیست و هم معلوم نیست این که توش ماییم، یعنی پشم. بابا صدامون هست، معلومه ماییم، کیسه ها هست، حل دیگه. این کیسه من برداشتم معلومه، ایناش. منم از همون برداشتم. نه تو از اون برداشتی. منم از مگه تو دوتا نریختی؟ یکی ریختم. دو تا ریختم. فقط حواسم بود 4 تا بشه. 23 و 24 رو یادم من انداختم. نه دیگه 23 دیشب دادیم به اون پسر که خروس میفروخت. پس یعنی من 24 و 25 رو انداختم. یعنی تو باید 26 و 27 رو انداخته باشی که 27 الان اینجاست. چه وضعیتی این پشت؟ خب شاید فقط 3 تا انداختیم. 3 تا بودن دیگه. 2 تا سربازی راننده. شاگرد راننده هم بود. من حواسم بود 4 تا بشه. نه بیا ناکن اینهاش. ناکن. ماشین راه میفته قشنگ معلومه 4 تا انداختی. ناکن. حله. بده. بده. مقاله بیان دنبالمون. اول دارم پولا رو گزارش کنم. دوباره دیدیمشون چی؟ پول خیرات دیگه چیه؟ کمک مستضعفینه. آره فقط میگن چرا اینجوری خربازی درآوردین؟ خواستین کمک کنین مثل آدم میرفتین کمک میکردین. هر کی ناراحته بهش شکایت کنه بگه به زور من پول دادن اینا. حرف نشد. دوباره بینشون عمرن برای خودشون بیارن. فقط سعی کن بریم محلی‌ها تابلو نشیم. شب یا میریم مثل جن میام بالا سرت. با کلاش. جن کلاشش کجا بود؟ لیلا این رو عکس گرفتنه. اون پایین سمت راست یه دکمه داره میره رو فیلم برداری. شد؟ آره درست. سلام آج آقا. سلام علیکم. خوش آمدید. عرض کنم که آره. اینا چیه؟ داری میگیری؟ حاجی بشین اینجا، بشین. برای دوربین دست تکون بده. خوبه؟ حاجی از خانم تشکر کن. بگو ممنون، انشالله زود خوب بشین. خدا همه مریضا رو شفا بده. ممنون آجا آقا، لطف کردی. خانم اینا چیه؟ چیه؟ اینا نظره دیگه. نظر که این پوله؟ بله پوله، پول نظره. شما از کمیته امداد هستین؟ نه ما از کجاییم؟ از کمیته امدادیم؟ نه ما واسه خودمون کار میکنیم آجا آقا. ما واسه خودمون کار میکنیم. من احتیاج ندارم. احتیاج نداریم؟ نه همینقدر که اینجا در میارم کافیمه. ببریم بدیم به محتاجش. باز شروع شد. آقا بیا تحویل بگیر. وایسا خانم کجا؟ ببین عمو جان شما دلت شور بقیه رو نزنه. خب انقدر آوردیم که به همه برسه. نه خب حالا عیبی نداره، اینم ببریم بین همه تقسیم بکنین، به هر کسی یه ذره بیشتر میرسه دیگه. آقای محترم شما نمیخواد کار خودمون رو یاد خودمون بدی. خب این پولا تقسیم کردنش حساب کتاب داره، همینجوری تو کیسه نکردن که. شماره‌شو ببین رو کیسه. می‌بینی؟ کیسه شما کیسه شماره 30ه. تحویل گرفتی، فیلمش هم هست، تشکرم کردی. الان بخوای پسش بدی همه حساب کتابمون به هم میریزه. کار این چی میگه؟ حالا چرا ناراحت میشی؟ آدم که داره کار خیر میکنه که اینقدر زود عصبانی نمیشه که. مشتی نظری رو بر نمیگردونن، درسته؟ همین که رو نذر کرده بعد بگیری دست درد نکنه، فاتحه‌شو بخونی و سلام نوش جان. غیر از اینه؟ عرض کردم غیر از اینه؟ خیلی خوب حالا برای اینکه ناراحت نشی من یکی از اینا رو برمیدارم یادگاری میذارمش اینجا. همین خوبمه. من چی نشم؟ من ناراحت نشم؟ من ناراحت چی بشم؟ میبینی تو رو خدا یه چیزی هم بدهکاریم. ببین شما انگار خیلی از مال دنیا بی‌نیازی ها، خیلی درویشی. خب لااقل یه پولی بده این مجموعه ها رو عوض کنم واسه. چیه این کثافت گرفته همه جا رو؟ یه کیسه سیمان بگیر بده این چوبا رو برات اینجوری بکنن تو خاک، اینجوری بند نباشه، یه باد بیاد میخوره تو ملاجت که. خانم چرا اینجوری کردی؟ شانس آوری من انداختمش، ولی باد همچین میزد برق ازت بپره. چرا اینجوری میکنی؟ حاجی که چیزی نگفت. چی بگه دیگه؟ میگه نمیخوام دیگه. زور که نیست نمیخوام. خیلی خوب حالا. بابا این از لای تذکرةالاولیا افتاده بیرون واسه من. پول مفت کسر شهرشه. چه کاریه؟ خب میبرم میدم به یه مستحق بیچاره یه چیزی. اینجا دشت برهوت مستحق همینه که میبینی؟ این مستحقه؟ پس چرا پول نمیگیری از آدم؟ چرا پول نمیگیری؟ حاجی من واقعا معذرت میخوام. خود معذرت میخوای؟ دارم خیرات میکنم به مستحق، معذرتش کجاست؟ بفرما بگیر مستحق. میری میشونی تو ماشین تکونم نخوای تا من بیام. نجام حاج من واقعا معذرت میخوام. من با واحد دستم نمیتونم کمکت کنم اینجا. بیا بشین یه دقیقه. آتیش داری؟ ببخشید آقا اگه حرفی زد ناراحت شدی. نه من ناراحت نشدم، عصبانیه نمیدونم چرا. دیگه من باش چه کار کنم؟ دیوونم کردم. درست میشه. بین زن و شوهر از این چیزا زیاده. خواهرم. خب خواهر آدم که از زن آدم به آدم نزدیکتره. دنبالشن. جرم سنگین کرده. مادی ببرشون برای مرز. گرفته بچه‌شو خفه کرده تو استخر خونه من. ظهر از بیمارستان مرخصش کردن و بچه یه روزه شب کشتش. برام میرزا دست منو خورد کرد. حالا شوهرش رضایت بره نکشنش. آخرش آسایشگاه دیگه. یه بدتره. هر چی داشتم جمع کردم. بیارمش اینجا بسمش به یکی از این قاچاقچیا براتشون برای آب. ولی به اینجا که رسیدم دلم انگار قراره پول اونو بگیرن ولمون کنن به امان خدا تو این بیابون. دیدم با این همه پولا گرفتار بشیم کلکمون کنده است. ولی اگه همین جوری گیر بیافتم میگم یادم بدبخت دیگه این خودمون دیگه. گفتم تو این کوه میچرخیم میدمش به این اون. الان 3 ساعته دارم تو این کوه کمر میچرخم. یه نفر ندیدم جز شما که ماشاءالله یه دنده. خب حاجی پولا رو میگرفتی راحت اون میکردی. نمیشه که مسئولیت داره. پس یه چیزی من الان این پولا رو میزنم پیش شما امانه. نه ببین گوش کن، خواهش میکنم گوش کن. تا غروب میرم اون ور خواهرمو تحویل آشنا میدم برمیگردم. شب میام اینجا همش ازت پس میگیره. نه نگو حاجی گرفتارم. آخه من چجوری این همه پولا نگه دارم؟ شما میگی من چیکار کنم؟ این قرآن همراهت باشه. زود برگرد. منتظر تمام. حله. آقا کی اومد؟ مشتری داری؟ بیا سانتیمانتره. چجوری می‌ذاری اینا؟ لم داره. لمش چیه؟ لمش منم. این نبودی چی؟ نگران نباش من هستم. بگو دیگه. کار می‌کردی چیکار می‌کردی؟ بده من. نه خودم خورده. می‌خوام یاد بگیرم. نمی‌تونی میگم. خوش اومدی. زنگ نزنیم. خودت بزن اصلا حوصله اون ندارم. حوصله‌اش ندارم که الان خودش زنگ میزنه. بعد هم باید باش حرف بزنی هم حالتو میگیره. چی داری؟ فقط دل و جگر داریم امروز. بده دیگه چیزی بده. مشتی اینجا هشمش هم گیر میاد؟ چرت نگو تو هشمش میخوای چی کنم؟ ها؟ نه آقا اینجا از این چیزا خبری نیست. پس اینجا با چی میگردونی؟ چای قلیون؟ دل و جگر هم داریم. حالا مثلا یعنی خیلی مردی جلو همه میگی دارم خود تحشیش بکشم مشکلیه؟ این پیزه مرده چی گفت که شما یه وقت هم بشی الان؟ اون چیزی نگفت من خود به خودنم ابتدا به ساکن. خواستم بزنم؟ بزن. این آقا کلاش خیلی باد داره. نصیحتش کن. اینجا تهرون نیست. شوخی میکرد؟ شوخی یا جدی فرق نمیکنه. تا پجان تو چایی هم که بریم یه قهوه‌خونه پیدا نمی‌کنی که باز باشه. یا صاحب‌ها شب ترس جونشون گذاشتن و رفتن. همین این کسافتکاری‌ها رو کردن، درش تخته کردن. اشتباه کرد، نباید این حرفو میزد. بچه بشینی؟ بشینی اینجا. لیلا این چوبا رو ببین. اینها دامشون گشن با سر خودمون بود. میاد از روی پدرشون کردن، دم دکه پیرمرده. دنیا رو می‌بینی؟ خب، گفت چرا بریم واسه عمود؟ عمو ماشینشون وقت راه نمیره. مثلا بالا است. این چی میگه؟ عمو ماشینش خراب شده. راه نمیره کپسولمون رو باز کنه. بعد شما این چوبا رو باری چند می‌گیرین؟ نه، پول نمی‌گیره. شما این چوبا رو می‌سوزونی؟ آره دیگه. می‌دونی چوبا که می‌سوزونی چند تا می‌تونه نجات بده؟ داروه. دارو؟ دارو میشه. چی میخوای خانم؟ زیر سیگاری هست که تو نبود. میبری براش من برم دستشویی راه هست از این ور؟ فقط یکم گله. گل که همه جا هست. بذار بذار بچه ها بسه های دست دیگه بذار خواستی حساب کنی پای من نزنی یا خودشون دیگه پول دارن حساب میکنم. کیسه تو جا گذاشتی؟ مال من نیست. بره هزاریه توش. این خیلیه. بعدم اون کیسه شوهرت اون یارو اون پایین داره پول پخش میکنه. نظری پذیری چیزی دارین؟ آره. اه؟ قبول باشه. خواهش میکنه. یعنی اینا همش مال منه؟ شوهرم لابد به بقیه هم میده دیگه. چه؟ شوهرم لابد به بقیه هم میده. آه شوهرته. شوهرته یا شوهرته. شرط همین پولا که زنش نیستی. فرض کن نباشم. نه آخه نمیاد بهش. بلدته نه؟ میگم این همین یه ماه پیش آمده بود اینجا میخواست یکی رد کنه از مرز. آره خودش. ببین اگه میخوای از مرز رد چی من خودم هستم ها. گفتم بهت نظر داریم دستته. نمیدونم حالا اگه با منم نخواستی بیای به هر کسی اعتماد نکن. از شهر اومدی پول و پله همراته میگیرن تیغت میزنن ولت میکنن تو کوه. این گشت لبه مرزم راهچای خودشو داره. آشنا میخواد. این که باشی ته خالی بند. الحمدلله پول پله‌ای نداریم دیگه همشو دادیم رفت. اه؟ ببین نگاه نکن اینجوری تیپ زده واسط ها. 3 سوت ماشینتو میزنه رو هوا. اون وقت شب بعد مهمونی بیای خونه ما. یهو نمیای که. ببین خانم اینا همشون تازه رسیدن آخرین مورد. تازه نیست نظر بود اون. این خوبه. ببین شما این موقع میری تهران مهمونی چیزی به یاد ما میگی فلانی فلانجا عیب داره؟ آخه این چی سرت کردی؟ این قشنگت میکنه قشنگتر. خیلی ممنون. ماشینت هم عروسک ها خوب خریدار داره این برا. این خودت تو هر کیسه 5 میلیون تومان پوله. رو هم چقدر میشه؟ 4 5 20 تا. آفرین. شما چند تا کیسه دارین؟ 1. رو هم چند تا میشه؟ ما بگیم؟ نه بزنیم بگیم. 4 برابر 1 چقدر میشه گفتی؟ 7. باریک. اینم جایزه. نه میشه 5 تا. تو خفه شو دخالت نکن. نگی دیگه دادم. رو هم چند تا شد؟ 7. ایوه. تو چقدر باهوشی؟ نه میشه 6 تا. نه دیگه این درست میگه. 7 تا. طرف اینو گوش نکن بلد نیست. یه جوری دیگه بدم. نه ما درست گفتیم 6 تا میشه. بشو ببینم. 7 تا میشه. دیدی الان؟ الان 7 تا شد. ببین حرف زیادی بزنی همش از پس میگیرم. پولاتو جمع کن بزن بشه. بودو ببینم. بودو. مریض دیگه دست انداز داره. خب میبینی که چه کم نمیشن اینا. از دیروز تا حالا فرق نکرده ریخته این پشت. 200 تا کیسه بوده سیروزش رفته تو 2 روز. یه روز و نیم. حالا 32 تقسیم بر 2 میشه روزی 16 تا. خب دیگه بگیریم 20 تا 8 روز بعد بچرخیم. 8 روز و نیم. بالا اون قهوه‌چی هم که مون رو دست خب میذاش به اون پسر جواد میاد به کارش دیگه. اگه قرار نذاشتیم نفری یک کیسه حالا با 3 تا کیسه یه جا فنیمت 3 تا 8 تا یکی اون پسر جوانه 7 تا بچه ها. هفت کیسه دادی به بچه ها؟ چرا؟ این یعنی چی؟ ها کم خیر باشم. قرارمون نفر یک کیسه هست مثلا؟ تشخیص هم الکی 100 کیلو چوب بار ماشین کنیم هم تشخیص شما بود. آقا من دم قهوه خونه منتظر تو بودم. الاف بودم. یارو بار کردم باربند. چیه مگه چوبه دیگه مال هوا میخوره. خب من بعدم میریختیش پایین سوار میشدیم میرم. خریدمشون. اگه اینجا که از اول چه مرضیه خب. بچه‌ها که دیگه از این بازی‌ها نداشتن میگی سلام خوبی خوبم. آفرین کیسه برات بده به ننه چلیک عکسشو میگیره. آقا نمیشه تو جنسو بخری. پولش هم به رو بدی بعد جلو چش رو جنسو ول کنی بری. چرا؟ چون فکر می‌کنی تو اسکلی. مثلا اینکه پیاده بری پمپ بنزین بعد کارت سوخته بزنی تو دستگاه بگی آقا 60 لیتر بنزین بریز کف زمین. بعد پولش بدی بری. سهمیه 700. خب فکر می‌کنه تو اسکاری دیگه در واقع فکر می‌کنه که متوجه میشه اسکاری تا بیر. اولا که اون بچه‌ها اگه یادت باشه یک ساعت داشتن به توضیح میدادن که اون بالا سرده این چوبا رو میسوزونن که نمیرن از سرما. ثانیاً اونا اصلا فکر کنن که تو ته اسکلی. که چی؟ خب فکر کنم فوقش اینه که دوتا بچه مفنگی فکر کردن تو اسکلی. سرباز فکر نکرد تو اسکلی 20 میلیون تومن پول نقد ریخته جلو باز. اون فرق داشت. فرقش چیه اون وقت الان؟ اون بچه بوده. یعنی تو الان نگران بودی که اینا خاطره بدی نداشته باشن از این حرکت تو، چون که بهشون پول دادی بابت باد هوا. جدی دارم صحبت میکنم. میخواستی آزرده خاطر نشن؟ میخواستم گیج نشن. گیج که ببخشید اینا گیج خداییان همین جوریش. و اینا خمپاره رو سرشون نیاد، رو مینم نرن. تهش میخوام بشن چوپون یا گاوچرون فوقش. حالا گیرم گاوچرون گیج. چی میشه مگه؟ آه ببین من گشنمه. تو منو تفهیم کن. چی رو تفهیم کن؟ تو الان به چیه من گیر دادی الان؟ من میخوام بدونم چرا 100 کیلو چوب الان رو سقف این ماشین. آقا ببین من الان پیاده میشم این چوبا رو میریزم رو زمین خیال راحت. نه من راحتم. اینا 100 سال دیگه هم اینجا بمونن. مشکلی نیست. میخوام بدونم که تو چرا اینا رو بار زدی اون موقع. نه نگران ماشینم نه چوبا. میخوام بدونم تو مغز تو چه خبره؟ تو مغز من هیچ خبری نیست. تو مغز من هیچ خبری نیست چون مغزم الان گشنه شده. این درجیگرم ماست. نه به نظر میاد یه فرقی هست تو مغزت بین مثلا اون پیرمرده که من علی چاری اشکام کشید بارش کردم با این بچه‌ها که خیلی انداشه قرب مصدقشون میرفت. بله فرقی هست. آها. و اینکه یکی یه شخصیتی داشته واسه خودش خب بعد یه بم میونه تو زار زندگیش خورد یه بدبختی میونه سرش داغون شده. یکی دیگه هست که لومپنه، چاخانه، چه میدونم گداست. وقت شما سانوار جاج میکنی که کی لیاقت داره کی نداره؟ خب آره دیگه، یعنی اینجوری نیست که ما هرچی که دیدیم بیچاره بود یکی سه پول بدیم دستش، چون قبلا قرارمون این بود. ولی الان تو داریم میگی ما اینجا المپیاد لیاقت مستضعفین را بندازیم، امت کوخنشین بیان تست بشن، تافل لیاقت پاس کنن، بعد اگه تو فکری به هر دلیل نالایقن کلا جرشون میگیره. این الان داستان. دور بزنم من میرم بچه‌ها رو پیدا میکنم. خب اول پولم ازشون پس میگیرم، بعد چوبشون برمیدارم. باز این مورفینش پرید. الو مامان بذار آنتن نداره. بابا بذار صبر کن. الو مامان جون من اینجا آنتن ندارم، هیچی از حرفاتو نمیفهمم. بذار یه جای خوب پیدا کنم واسه آنتن. خب آره اینجا همه چی اوکی. این همون کالیفرنیاست، فقط برفم میاد. نه دیگه امضا قرار نشد، فقط گفتین فیلم یا عکس. من چی بفرستم واسه تو الان؟ اینترنت هم کجا بود تو این کوه کمرباتا؟ اصلا میدونی من کجا وایسادم؟ و کسی نیست اینجا. شما تو تلویزیون همین داره دیدی وقتی تو شهر بیلون بودن همه الان رفتن توی سوراخی. معلومه کدوم گوری هستن. یه دقیقه گوشی. مامان جون یه دقیقه گوشی. مامان من به زنگ میزنم. گوشی. ما الان چی میخوایم؟ رینگ دیگه. چی؟ بار کس دیگه است. اومدیم تحویلش بدیم. ما داریم چی میخریم؟ خوب خریداریم ما. بارو فروختیم. خاطر اون زبون بستمون بالا لیز خورد، افتاد پایین. کجایی پس؟ همین پایین پیچ. نرسه به قبرستون. کجا؟ یه بگو بزن ببینم نزدیکی. زدی؟ پس خیلی دوری که گازشو بگیر بیا. قاطره چی پس؟ اونه که خلاصش میکنن دیگه. واسه چی؟ پای اسب که میشکنه منو بهش تیر میزنن که بمیره. مثل که من دامپزشکم اصلا نیست قاطره. جفتش یکیه. کار این دیگه تمومه. بالونشو باز کن. ما کارمون این نیست خانم. زمینمون موشک خورد دیگه محصول نداد. آقا میگم بیا پالون اینو باز کن. پالونشو چرا باز کنم؟ مردنیه دیگه. تو دکتری یا چی؟ غلاف کن اونو. بیا اینجا. چی کار به شکمش داری؟ دست شکسته. این حامله است. جمع کن خانمون بساط تو. بذار به کارمون برسه. بهت میگم حامله است. این قاطر خانم. قاطر باشه 11 هفته‌شه. چشم تو رو دور دیده. آخه. داره تکون میخوره. کابه بیا دست بزنه داره لگد میزنه. قاطر حامله نمیشه. پس این چیه داره لگد میزنه تو شکمش؟ چه میدونم؟ نفت کرده. نفت کرده یعنی چی خانم؟ دامپزشک یعنی فرقی کار نمی‌کنه. دست شکسته باید خلاصش کنم. دست شکسته چه ربطی به مردن داره؟ این آقا هم دست شکسته برام خلاصش کنم. دست شکسته رو آدم میبنده. اینها. بور کنار. مشکلی نیست. با دست اگه خوب میشد که خوب بود. شکسته. مثل که کارمه ها. وقتی خانم دکتر میگه میشه یعنی میشه دیگه. اصلا اگه ببندی الان که نمیتونه راه بره. میمونه. یه شبم که بمونه توی هوا تلف میشه. شما فقط میخوای بکشیش بری پی کارت دیگه. میدونی چند سال تو این کوها دارم با زمون بسته میچرخم. مونسمه. داره زرج میکشه. خب. منم میگم اگه میخوای بکشیش بفروشش به من. ای بابا. من هر چی میگم یه حرف خودشه میزنه. پول کره تو شکمش هم حساب کن که باورت بشه میگم حامله است. شما فقط بگو چند. قیمت. بستگی داره. نمیدونم. نمیدونم یعنی چی؟ الان یه کره قاطر بخوای بفروشی چند میفروشی؟ کره رو که نمیفروشم. سودش تو اینه که نگهداریش کنی، از آب و گل که در اومد بفروشیش. من میگم این گریگوری تخم حرومه. تازه چوسناله میکرد. ببین چه سوسه‌ای میاد. اینجوری هم که شما میگی نیست. آره همیشه همونجوری که شماها میگین. ببریم بابا. اینو ولش کن. من کره‌شو به قیمت قاطر میخرم. نمیدونم. آخه کی میدونه دو روز دیگه چی میشه؟ اومدیم کره چلاق بود. کور بود. دوقلو شد. اندونه سربسته است دیگه. اومدیم و خدا نخواست تلف شه. پاشو راه افتاد. مگه به حرف من و توئه؟ اینا تا پول نمیدن نم پس نمیدن. میخواد تا صبح ور بزنه. بردار. اینا که خیلیه. نترس. همشو یه جا میبرم. قاطر و کره و مشروب و هفتیر. هفتیر دیگه چرا؟ میخوای پول اونو بگیری برگردی خلاصش کنی؟ خر خودتی داداش. هفتیر. شب سرد میشه. همش رو میواری خب. به آنها بگیرن میشه قاچاق. مصرف شخصیه. 80 ضرب شلاق. ناورد میخواست بگیر قاطر رو بزنم. چرا وایسادی؟ صبر کن بزن خوب دور شه. رفت دیگه. پولش هم گرفتی چیکارش داری؟ صدای تیره این خیلی بلنده. اون از اونجا میشنوه؟ باید برگردی بزنی قاطره رو. راست میگفت نمیمونه. توی گفتی حامله است. کسی خوب میشه. اون که خودش داشت خلاصش میکرد. میذاشی کارشو بکنه دیگه. پول رو چجوری بهش میدادیم؟ میشه بگی؟ داستان این بود که ما پول بهش بدیم قاطره رو بخریم ازش مثلا بعد ولش کنیم بیایم پایین خودش برگرده خلاصش کنه. که تو اون وسط یهو گیر دادی 7 یورو هم بگیری ازش، نمیدونم چرا. حالا چی؟ میخوای با این دستم برم تیر بزنم برات؟ با اون دستت بزن، کاری نداره. کافه؟ من برم قاتله رو بکشم؟ داره میمیره دیگه، چه فرقی میکنه؟ شاید خوب شد. حالا اینجوری پیداش کنه، باید داری قبر میکنی. مادت گفت که زود نبینش به من، جاله بیرش گرفت دست گفت ور بیل بزنه. بابا اینجوری فایده نداره، باید راحت بریم بگیم بابا این یکی سر میشه. راحت بریم بگیم، میشه مثل دیروز یارو وای میسه هاج نگاهت میکنه راهش میکشه میره. اصلا بریم در خونه هایی که هنوز آدم توش هست، پولو بذاریم دم در، زنگ بزنیم قایم شیم، بعد تا یارو اومد ذوق من شد عکسمون رو میگیریم تماشا میره دیگه. چرا دیگه زنگ بزنیم، خر که نیست، میفهمی تو گذاشتیش اونجا دیگه. زودتر میاد دم در، علاف نمیشیم. بچم زنگ نزنیم فکر کنم مال کسیه، میریم دنبال صاحب. چرا چرت میگی لیلا؟ 1 در میلیون فرض کن. 1 در میلیون شد فرضش هم میکنه. عزیز من زنگ نزنید بذارید بری، یارو فکر کنم مال یه آدم یه بدبخت شده الان. راه میفته تو خیابون با نوارچس اتفاقی بزن در و دیوار مقداری پول پیدا شد، نه تو سوپرا میزنه. چطور فکر می‌کنی همه مثل خودت خلن لیلا؟ مثل اینکه تو میدون ونک داری راه میری شاد، دوتا مشنگ با یک کیسه چکبره سر هزار تومن میان بعد میانو بگیر آقا. نمیگیری دیگه، نمیگیری فیلم داستان چیزی چه. با حالا باز بگو ونک، این ربطی نداره به ونک، وقتی فرق وقتی زنگ یارو رو میزنی. بفرما، چندم گشتم باید صاحبش، یه آبم خورد روش، پاش بریم. باشه باید من امشب تو ماشین بخواب نیستم. آقا یه کیسه اینجا ندیدین؟ سلام علیکم. سلام. میگم یه کیسه اینجا ندیدین پلاستیکی اینقدی؟ نه خانم، من همینجا گذاشته بودمش. یه تخت سنگ چیزی اینجا بود. اینجا اصلا تخت سنگ نیست، اینجا خیلی وقت ماسه ریختن. منم الان امروز صبح اینجا بودم، ماسه نبود اینجا. نه خیلی وقت اینجا ماسه ریختن، الان چند روزه. چی میگه؟ میگه خیلی وقت اینجا ماسه ریختن، چند روزه. خیلی وقت بود که گرمس بیل بزنه، اما یخ زده. نه این صبح که آفتاب میزنه یواش یواش یخ روش وام میشه. بیا ببین بیل بزنی. یا ببین این بزنی هنوز ببین ما نمیگیم شما برداشتی، دارم میگم اصلا اینجا سنگ نیست، اینجا خیلی وقت یخ زده، همه جا یخ زده اینجا. تحویل بگیر. یه رن هم پول دیدم، این خره بگه دیدم. ما اینجا نگهبانیم آقا، خونه زندگی مردم دستمونه. اگه دیده بودم میگفتم دیدم. ببین آقا ما هر چی داشتیم فروختیم، داریم بچه‌مون میبریم اونور مرز عمل کنن. الان همینجا تو ماشین افتاده ناخوشه. این پول بیمارستانش بود. صبح از اینجا رد می‌شدیم، وایسادیم دستمون رو بشوریم، نمیدونم چی شد بم زدم، من هول شدم، در رفتیم، جا گذاشتم کیسه رو. پیداش نکنم بچه همینجا تو ماشین تلف میشه. خانم بچه تو ان شاءالله خدا شفا بده. من اگه داشتم به جان بچه‌م خودم خرجشو میدادم، ولی ندارم. خب اگرم چیزی دیده بودم میگفتم دیدم، دروغ به شما نمیگم. بله. اشکالی داره این نگاهی داخل بندازم؟ داخل واسه چی؟ هیچ نگاهی بندازم. نه داخل کسی هست. چی؟ میگم داخل خانواده است. زن و بچه دارین تو؟ چرت میگه. زن و بچه‌اش کجا بود؟ وایسا ببینم. اگه با تو نیستم میگم زن و بچه داخله، نرو تو دیگه. زن و بچه‌ات کاری نمیخوام، داخله ببینم. آقا زن و بچه داخله، من که میتونم برم تو. زر میزنه و زن و بچه کجا بود خانم؟ خانم یالا. زنت کرالاله؟ خب داد زدین ترسیده. کی رو داری رنگ میکنی تو؟ نه دروغ نمیگه. کاریش نداری، من میخوام ببینم زنتو. یالا ما رفتیم تو. ای تو نیست. آی! بچه چته؟ مگه بهت نمیگم نمیشه بری؟ بیا بریم کافه ولش. بچا نداری ما. خودت شروع کردی تا آخرش هم میری. برو تو دور. برو چی نداری؟ اون بچه رو تو ماشین تلف میشه، برو دیگه. حیف دختر به این خوشگلی نیست اونجا قایمش کردی. لااقل ببرش یه جای درستی. پولم که داری. درد میکنه؟ چیزی نیست. مسکن هستا یا ادویل بدم؟ فایده نداره. زودتر که کنار بکنم خلاصشون خفه شدم. من که از خدامه. آروم برو، اون کامیونه. دور بزن. وای نمیسه. دارم میگم دور بزن دیگه. زود باش. چراغ بزن واسش، نور بالا. آقا بله. بزن کنار. بله. بزن کنار بهت میگم. واسه چی؟ بزن میگم دیگه. بازی در نیاری باز. ناراحتی بشی تو ماشین. کجا در میری؟ یه پایین بینم. یه پایین. کارت چی داری شما؟ کارت چی؟ کارت شناسایی. کارت شناسایی. برای چی؟ من باید این بار رو برسونم. دیرمه. کاری ندارم. دارم میگم کارت چی داری؟ افغانی نیستیم که ما آقا. اهل هم اینجاییم. من گواهینامه پایه یک دارم آقا. خلاف نکردم. آقا به خاک مادر. شاب یه پایین داره. بله. یه پایین داره. آقا من الان چیزی همراهم نیست. یعنی چی؟ گواهینامم تو کمپه. من الان باید این بار آهکو برسونم. کارتم تو چادرمه تو کمپ. تو رنده کامیونی. گواهینامه همراهت نیست؟ تو این اوضاع بگیرنت چطوری ثابت میکنی؟ چی رو ثابت کنه آقا؟ این برادرمه. تو این مسیرم همه ما رو میشناسن. 3 ساله داریم اینجا کار میکنیم. میگه کار میکنیم. کار من میدونم شما اینجا کار میکنین. من میخوام بفهمم شما کی هستین. من مرتضی کرندی ام. 3 ساله دارم اینجا کار میکنم. من میدونم شما مرتضی کرندی هست. ایشم داداش شده درسته؟ بله. بله آقا. آقای مرتضی کرندی. من یه هفته ازم دنبالت میگردم. واسه چی آخه؟ به خدا من صبح میرم سر کار غروب میام خونه نون و پنیرمو میخورم. و حضرت عباس اگه آزارم به مورچه برسه. مورچه چیه؟ دارم میگم دنبالت میگردم. همه جا سپردم. مرتضی کرندی کجاست؟ به نیروی انتظامی سپردم، به راه تروری سپردم. هیچکی نمی تو کجایی؟ بابا یه شماره تلفنی، آدرسی، چیزی. خانم رادمنش. بیا. پیدا شدم. اون فرمای رسیدم بیارید. رسید چی؟ برنده شدی مرد حسابی زدی تو خال. برنده چی؟ پولم بیار. آقا میگم برنده چی؟ خیلی خوب صبر کن الان بهت میگم. چی گفتی؟ این خانم رادمنش همکارمه. سلام خانم. این 10 میلیون تومان پول نقده. قشنگ بگی جو بشمارش. این پولا مال منه. این رسیدم لطفا امضا کنین. چرا ماتت برده؟ بگی امضا کن دیگه. کار زندگی دارم. اینا واسه چی آخه؟ تهران قرعه کشی کردن اسم شما در اومده. دوستانی برام پسش بدم. کیفی چیزی نداری. این کیسه ها زود پاره میشه. بله، یک کیسه تو ماشین دارین. قرعه کشی چی آخه؟ ببین. پای پول که میاد وسط برادر رحم نمیکنه. خوب حواستو جمع کن. اصلا الان کیسه دوخته واسه. از شما درد نکنه. از ما گفتم. الان دیگه زنم میتونه بگیره. مگه دیوونه است؟ 4 ماه نامزد کرده. لنگ پوله. نامزد کردی؟ بله. اسمش چی هست؟ اسمش سفیده است. سفیده خانم. خوشگله؟ ای بابا. چی دارم سوال میکنم دیگه. میگم اگه خوشگل نیست این پولو بیخودی حرومش نکنی. صبر کن. یه بهتر گیرت میاد. حالا چطوره؟ خوبه؟ خوبه. 1 سال دوید تا تونست باباشو راضی کنه. خب به سلامتی. انشالله خوشبخت بشی. خوشبخت بشه؟ تازه اول بدبختی شه. میگم بفرمایید بریم سر ساختمون یه چایی در خدمتتون باشیم. بله بله. همین پایینه. 5 دقیقه بیشتر راه نیست. این جاده یکم گلی هست اما نزدیکه. شما میخوایم این سر کار؟ ها به خاطر پولا میگی؟ حواسم هست میذارم تو کیسه زیر صندلی جاش امنه. ندارم کجا میخوای بذاریش. دارم میپرسم شما الان داریم این سر کار؟ خب کارگریم دیگه. منتظرم. من الان 10 میلیون تومان پول نقد به شما دادم. یه هفته است تو سراغ این جاده دارم دنبالتون میگردم. این صابکار 2 روز منتظر این آهکه. صابکار گوه میخوره منتظر آهکه. تو تاج سرشی بدبخت. نه کامیون کمه. این ساختمون هم باید تا سر برج تحویل. بدش من. پولا رو میخواین؟ با زمان خوش میدی پلیس بیارم. کافه. مگه من چی گفتم آقا؟ کار میکنی حقوق میگیری دیگه. پول لازم نداری. چرا آقا؟ این که چیزی نگفت. تو دخالت نکن برگرد سر کارت. آقای مهندس. آقای مهندس نداره. سر کار که میخوای بری کارشناسایی هم که نداری. اصلا چی شد این کارشناسایی؟ آقای مهندس دارم. به خدا شناسنامه دارم. مصطفی تو بهش بگو تو کمپه. کمپ چه درد من میخوره؟ من میخوام بفهم شما کی هستی. الان یه هفته است تو این دهکده دارم دنبال شما میگردم. هر جا میرم میگم این آقای مرتضی کرندی کجاست؟ مرتضی بود یا مصطفی؟ مرتضی. چی؟ مصطفی. گفتم این مصطفی کرندی کجاست؟ هر کی یه چیزی میگه. مصطفی؟ یکی میگه توتساریه، یکی میگه قادرآباد، یکی میگه رفته اصلا نیست. آقا مصطفی منم. بله؟ مصطفی منم. شما گفتین مصطفی یا مرتضی؟ مصطفی. آقای مصطفی کرندی. شما گفتی مرتضی که؟ گفتم مصطفی. شما مصطفی یا مرتضی؟ من مرتضی. شما می‌خوای بری سر کار؟ نه به خدا. تموم شد. پول بریش. یالا ببینم. ولی شما گفتی مرتضی. من و شما نداره که آقا مرتضی. پول من پول شماست. اصلا همچین چیزی نیست. اصلا همچین چیزی نیست. شما بیا اینجا. بیا اینجا. ببین. قرآن درست. بله. تا قرآن هست کارت شناسایی لازم نیست. دستت بزنید رو. قسم بخور یک قرار از این پول رو برادرت نمیده. نمیشه که داداشمونه. نمیشه؟ قسم بخور مصطفی. قسم بخور. بیا نترس. دستو بزن این رو. بگو. چی بگم؟ بگو به این قرآن قسم. بگو. به این قرآن قسم. من یک قرون از این پولو. تحت هیچ شرایطی. بله؟ تحت هیچ شرایطی. به برادرم مرتضی کرندی. بلند بگو. برادرم مرتضی کرندی. نمیدم. تموم شد. سر کار که نمیخوای بری؟ نه. نه به خدا. برو به امان خدا. بارتو میخوای چیکار کنی؟ ها؟ میخوای تحویلش بدی؟ نه. خالیش کن. چی؟ یالا خالیش کن. کجا؟ دوستر من چه میدونم؟ بجون دیگه دیرمه. داری اشتباه میکنی. این داره میره طرف اون قهوه خونه با تو هم. این داره میره تهرون. درست دارم میرم. درست داری میری تهرون؟ میخوای بری تهرون؟ آره. این همینجا هم بنزین نداره. الکی داری کجا میری؟ تهرون. این رو میخوای چیکار کنی؟ این یعنی چی؟ دیگه بس برمیگردیم میگیم نشد. نشد دیگه. برگردیم چیکار کنیم؟ از یه رفت چی اومدیم اینجا؟ برگردیم چطوری زندگی کنیم؟ میخوام زندگی نکنیم. لیلا. نداره. چطور تو وسط دعوا میتونی بگی پولو از این میگیرم میدم به اون فلان؟ منم میگم خسته شدم میخوام برگردم. چه ربطی داره؟ اونا دو نفر بودن منم دوز کیسه انداختم. چه فرقی میکنه؟ هیچ فرقی نمیکنه. خب زهر مار ادا در نیار. تو همین الان از یادم بدبخت 10 میلیون تومان پول نقد گرفتی. گرفتم. پول خودم رو گرفتم. ارث ننشو که نگرفتم که. خودم اونجا وایسو دیدی چی گفت؟ گفت میخوام برم سر کار. همه میرن سر کار. کاوه تو اومدی یه چیزی تحویل بدی بری. به تو مربوط نیست مردم چیکار میکنن. لیلا این مال اصلا خالیش نبود. دلش میخواست اسیر بشه. حالیش شد. بزن کنار. جواب منو بده. بزن کنار. نمیزنم کنار. بزن میزنم دهنت تا. نمیزنم که میخوای بخوری. خیلی ممنون. من همینجا پیاده میشم. میرونم. بیارشو. چرا اینجوری میکنی؟ نمیتونی بری اونی بنده است. بچته؟ دخترمه. یخ سر زمین نه؟ آره. همین یکی بود؟ چی؟ میگم همین یکی بود، همین یه بچه رو داشتی؟ نه، از سه تا پسر دیگه دارم. یه دختر از خدا خواستم، به هم داد، فرداش هم گرفت. آخه این طفلک یه روزش بود. ای زود برم باز بهتره نه؟ بزرگ میشن بهشون عادت میکنی. سخت‌تره دیگه. اینجوری میگی رفت. خدا رحمتش کنه. زود میری یکی دیگه درست میکنی. حالا داری چی کار میکنی؟ این زمینه که نمیشه کند الان یخ زده. بالاخره که باید خاکش کنم. بله، شرایطش فشادم خاک میکنه، ولی الان میخوای چیکار کنی؟ یعنی سنگ الان. ماها تو غیر بنده این چیزایی. ولی آدم مرده که براش فرقی نمیکنه، خاک بکنی، نکنی. چیه؟ میفهمم. دخترت. ولی نیست دیگه. رفت. مرد. اصلا هنوز کجا هست الان؟ چون اینکه جلوته که دخترت که نیست، 2 کیلو گوشته. حالا فوق شما یه قبری هم کندی، چارت یه گوشت هم چال کردی. بعد جلو چشت نیست. خاکش کردی که نبینی چه بلایی سرش میاد. برای که به قیافه باشه. قیافه کسی کرم خورده 100 مرحله بدتر از قیافه کسی که چندونم گرگ خورده. حالا میخوای جلو چشت نباشه. بلش کن همینجا برو. نیم ساعت دیگه برگردی. این سگا استخوناش هم نذاشتن واسه. واسه این بچه‌ام که فرقی نمیکنه که کرم بخوردش یا گرگ یا هر چی. بعد دختر گناه نکردن گرگ شدن که. حالا چون بچه تو بوده اینا هم تو سرما میرن از گشنگی. بذار یه لقمه از واسهشون. چوس مسقال گوشت. تیکه بی شرف. معلومه چی داری میگی؟ اوه وایسا سرجا. نکن که بزنم سرجا. وایسا ببینم. زمین خلاص من بنده خدا. عشقم میشه بشم روش. نمیخوای حرف بزنی حرف نزن. چه شاخوشونه میکشی؟ برو کلنگ تو بزن. برو تا صبح کلنگ بزن جون در بیاد. به من چه؟ من دارم دخترم رو خاک بکنم. برو خاکش رو میتونی یا نه؟ برو تا صبح کلنگ بزن. اگه میتونی بکنی که تا رسید به نفت خب بیچاره. اینا کیان دیگه بابا. گفتی چند تا بچه داری؟ 3 تا. بازند میشیم 5 نفر. دستت هم به دهنت میرسه؟ میگم دستت هم به دهنت میرسه. داری بخوری؟ ای یعنی چی؟ یا داری بخوری یا نداری بخوری؟ چی کاره ای؟ معلمه. من پول اونو بهت میدم. پولی چیو؟ اون جنازه رو میخرمش. نیتم خیره. قیمتشو بگو. £1 میلیون اسکناس رایج مملکته. میشه کیلویی 333,300. چرا من ترازو که ندارم. الان گوش کیلو چنده؟ چه؟ خب بشمارش. دارم £1 میلیون پول بد میدم دیگه کلنگ نزنی. نه چیز بدیه نه چیزی. پول مفت حلال. کمه؟ بگو کمه. £3 میلیون. کیلو £1 میلیون. برای چی؟ من اینو خاک کنم یا نکنم چه فرقی برای تو داره؟ فرقشو که بهت گفتم. میخوام اون زمان بسام چیزی داشته باشم بخورن. این تفلک مرد. اونا که هنوز زنده ان. اصلا تو پولتو برای چی کار واسه چی میخوام؟ داری چونه میزنی؟ بیا 4 میلیون تومان. خوبه؟ بردارم؟ کافه. میرم ها. به حضرت عباس همه این پولا رو ور میدارم میرم ها. بابا اینجا هیچی نمونده، قحطی، همه رفتن، چیکار داری میکنی؟ بردارم بچه رو؟ کافه. با تو هم. بردارم بچه رو؟ چیکار داری میکنی؟ بیا بریم. این منیت اون صدا بچه بیچاره است. 8 میلیون تومان. میشه نفری 2 میلیون واسه زن تو صدا بچه‌ت. خودتو حساب نمی‌کنم چون آدم نیستی. اگه آدم بودی همین پولا رو برداشته بودی، زره بودی به کوکر، پشت سرت هم نگاه نمی‌کردی. نمی‌خوای؟ نخوا. واسه مردار چال کن. واسه رو کوه یخ کلنگ بزن. فقط فکر نکن من نمی‌فهم چی می‌کشی. منم میدونم بچه آدم بمیره چه حالی میشه. بچه‌ت اسم داشت؟ بله. بچه یه روزه اسم داشت؟ اسمش بنفشه است. ببین این 3 تا بچه‌م اسم دارن ها. زنت هم اسم داره ها. پس بعد از گشنگی هلاک شدن پشیمون میشی. اون موقع من دیگه اینجا نیستم ها. کسی چه میفهمه من واسه این پول دارم بهت میدم؟ این بچه‌م که دیگه به زبون نمیاد. اینجا فقط منم و تو. یه رفت دیگه من دستاری نزدی یا خیلی خوب. میخوای آتیش بکشی به زندگیت؟ کاری نداره. شما هفته چه حقوق میگیری؟ ها؟ 100 تومن فوقش ها؟ بیا دیده شد تو دستمزد 1 هفته کارت. بدبخت 2 هفته. شما کلنگ بزن بزن. یه کلنگ دیگه بزن بشه 3 هفته. 3 هفته کلنگ تو بزن شما. مسئله این نیست. ایشالا تا بهار زمین نفسی میکشه سوراخی جلوت باز میشه. 4 هفته. پنج هفته 2 میلیون تومان پول رایج مملکت رفت تو خاک فنای با تو هم. میشنوی؟ چی شد؟ نتونستین رد چین؟ از کجا؟ داداشت گفت میخواست ردت کنه برای اون طرف. چی شد؟ داداشم کیه؟ داداشم الان اون بره دنیاست. بیا پاشو بریم برسونمت یه جایی. پس اون آقایی که با شما بود کی بود؟ گفت برادرمه؟ آره. دروغ گفته که اون پولا رو ازش بگیری. گفت غروب بیاد اینا رو تحویل میگیره. نمیادش آج آقا. پاشو برو از اینجا. کجاست داداشه؟ داداش کیه؟ داداشم نیست. حالا هر کیت کجاست؟ حاجی میگم اون نمیاد، پاشو از اینجا برو. نمیشه، من قول دادم. گفت تا غروب میاد. چرا حرف گوش نمیدی؟ نمیاد اون. حاجی اون پولا رو دادی مال خودته. بردار ببر. یا چه میدونم ولش کنم اینجا. من میشینم تا بیاد. امانت این پولا. امانت چیه؟ ما که داشتیم همشو میدادی به خودت. خودت نگرفتی اینجوری شد. حاجی قربونت برم. نسی که من نیا یا. خیلی خوب بس همینجا میگم. پاشو از اینجا برو مریض میشی یا. نمیخواد دلت واسه من بسوزه. داداشت همه چی رو برام گفت. تو اگه دلت میسوخت سر بچه‌تون بلا رو نمیآوردی. چه بلایی؟ من بچه ندارم آجی. میدونم. خدا بیامرزتش. کیو؟ اون مردی که چی بهت گفته؟ ما اومدیم پولا رو به شما بدیم. نکنه سر داداشتم زیر آب کردی. چرا حرف نمی‌فهمی تو؟ خدا ببخشتت خانم. اینا کیان؟ چقدر تحویل؟ من یاد نمیاد؟ گفتم شب بخیر. شب بخیر. دوست پسرت کو؟ هست. کو؟ من یه چیز میخواستم اومدم از این تکیه بگیرم. همیشه باید یه پای وسط لنگ بشی. اینا که خیلیش مونده، میخواین چیکار کنین؟ پول که نمیمونه رو دست. میدونم ولی من اینا میخوایم برگردیم. عجله نیست. میریم. الاف میشه شبم از تاریک شده دیگه. کار دیگه. این چه کاری فقط حقوق میدین چی حقوق نمیگیرین؟ پول خودمون نیست امانت. شما امانتم زنی تو دستشوی میریم. آره دیگه. به نظر آسون میاد. ایراد. کار سختی. میشه خواهشی بکنم یه مقدار از این پول بده به این بچه ها؟ باشه خود. میخواین اصلا همه‌شو یه جا بدین یه برای که خیالتون راحت شه؟ قانونا نمیشه، باید به هر کسی مقدار مشخصی بدیم، حساب کتاب خودشو داره. اه؟ فرض کن به زور گرفتیم ازت، نمیشه؟ چرا؟ ناراحت میشی؟ نه میگیم میخوایم پخش کنیم بین همه، میگم خب همه دیگه. ناراحت نمیشی؟ نه نه اصلا. بگم بیان؟ چراغ میزنی برشون؟ چیکار کنم؟ نور بالا. برین سر دورای من میاد. اینا همه‌شون رفتن، یکیشون در نیومد. بیا برسونیم آقا. لازم شد خودت برسونی. کجا؟ چی؟ کجا می‌خوای بری؟ می‌خوای برسونی؟ من منتظرت نیست. خیلی دوره؟ آره گفتم که اون بره مرز. میاد؟ نه خب اون بره مرز نه. باشه پیادش خودم میرم. چیزی نیست میرم خودم. بارو بیاد. اینو یادم رفت. چی؟ 8. دوست پسرت صبح تو قرار خونه عوض کرده بود، گرفتم برش. خودم اهلش نیستم ولی بچه‌ها میگن جنسش خوبه. آقا جمعش کن بریم. باشه بابا جمع کن وسط تو. خاله بیا کمک کن، یه جنازه دارم. بیا کمک کن خاکش کنم. ما خودمون آدم میاریم خاکش میکنیم. بیا بریم. آدم چیه سرکار اینجا سوار سگ و گرگه مگه نمیبینی؟ تا بیای خورده. آقا مشکل چیه الان؟ مشکل چیه لیلا تو به اینا یه چیزی بگو. وسیله میاریم میکنیم دفنش میکنیم. ول نمیکنی بچه رو وسط قبرستون کنی. مگه نمیبینی این سگا رو؟ وسیله یعنی چی؟ تو باز بل میکنیم میریم. مشکلت این چهار تا حیوونه؟ بیا چی کار میکنی؟ اولی کشتی برام کش، برام کن کسامته، برام کن، برام کن. بله؟ یا الله صابونه آوردم. بفرمایید. ممنون، چکر. میتونم یه لحظه بیام تو؟ کافه. پاشو این آقا کارمونه. ماشینتون رو پیدا کردم. ده بغل لب مرز. دیشب من خواب بودم، گزارش زد و خورد شده. عبداللهی رفته پیگیری کرده، میگه این پسر رو چاقو زدن. پولا رو برداشتن رفتن. ولی با ماشین شما کاری نداشتن. عبداللهی صورت جلسه کرده، فرستاده پزشک قانونی. ولی عقلش رسیده که از ماشین حرفی نزده، خدا رو شکر. اینجوری دیگه نه اسمی از پولا میاد وسط، نه از اسلحه، نه از کفن و دفن. فقط شرمنده. باید زودتر بریم. نه حالا چایتون رو بخوریم. اینم باید پیش خودتون بمونه. اینجا پیداش کنن ماجرا میشه واسه ما. فقط رو خودم مراقب باشین. ببخشید چیز دیگه ندارم تعارفتون کنم. گفتم با این بیسکویت ها لااقل یه ته‌بندی بکنیم. فرماندت اگه بو برد چی؟ نمیدونم والا. حالا باید برامون اضافه خدمت میباره. آدم سخت گیریه. اگه بو برد اینو بگو. بگو مادر این اهل همین وراست. پیره ناخوشه ولی وضعش خیلی خوبه. سفارش کرد بیام یه بخشی از ارثش رو خیرات کنیم اینجا. بگو پولشون حلال بود، نیتشون هم خیر بود. بقیه‌اش هم دیگه به خودم مربوطه.